درود بر کمیسیون حقیقت‌یاب و درود بسیار بر هموطنان حقیقت‌گویم. 28 سال پیش در فعالیتی که در ژنو برقرار شد در معیت آقای دکتر متین دفتری، دکتر کاظم رجوی مدیر شانه‌چی و تعداد دیگری از دوستان چنین حقایقی را ما خدمت شما گفتیم و نتایج مثبت اون رو تا حالا دیدیم، به طوری که چهره جمهوری اسلامی شناخته شده است در حال حاضر و ما از این فعالیت‌ها تشکر می‌کنیم. بله، حتما. و هیچ تصور نمی‌شد که در این مدت ما شاهد ترور کاظم رجوی باشیم به عنوان اکتیویست حقوق بشر و مرگ شانه‌چی و تعداد دیگری از دوستان و در آینده چه می‌شود. ولی برادر من مختار شلالبند، برادر حمزه شلالبند هستم، کارگری از جنوب خوزستان که در اواخر سال 59 قبل از شروع فاز نظامی مبارزه تحمیلی دستگیر شد بدون داشتن هیچ گونه جرمی، فقط به دنبال دفاع از کتابخانه‌ای که مورد تهاجم حزب اللهی‌ها و گروه های فشار که در اوایل انقلاب شکل گرفته بود دفاع میکردن. ساختمانی که متعلق به مبارزی بود که در زمان شاه شهید شده بود و الان به شکل کتابخونه مورد استفاده همشهری های ما قرار میگرفت. به تحریک امام جمعه شهر به اون کتابخونه حمله کردند و برادر من از اون کتابخونه دفاع کرد. مشکل برادر من از اونجا شروع شد. حاصل اون شکستن فک اون، تقریبا نیمه فلجی پای اون بر اثر جراحات شکنجه و نهایتاً 10 سال حکم زندان که بعد از 7 سال در اون تابستان خونین محکوم به اعدام شد. خانواده ما بعد از این جریان هرگز حالت متعادلی به خودش نگرفت. بعد از مدت زیادی زندگی مخفی در ایران مجبور به و بعد از شنیدن حکم تیر و در غیاب من محکوم شدن به اعدام مجبور شدم کشور رو ترک بکنم. در نتیجه خانواده ما، یه برادر دیگه من فراری بود، دیگه مردی تو خانواده ما به جز یک مادر قهرمان وجود نداشت که در سالهای سال 7 سال تمام هر 2 هفته یک بار به تهران میومد برای ملاقات و چه روزهایی که بدون نتیجه باز میگشت. از همسرم جدا شدم به دلیل اینکه در اون شهر جای من نبود و همسرم نمیتونست بپذیره که همراه من باشه. بیماری شدید، خواهرم بیماری شدید، در نتیجه
پسر من با جو اختناقی که در مدارس به وجود آورده بودن و شناخته شدگی خاصی که من سابقه سیاسی رو از زمان شاه با خودم داشتم، از زندانیان اون دوره بودم، به هر حال در امر ورزش هم یه مقداری شناخته شده بودیم، کاملا شناخته شده. بچه من هرگز نتونست با یک آرامشی در اون مدرسه به تحصیل خودش ادامه بده و در همون سالهای ابتدایی مجبور به ترک تحصیل شد. دختر من در اینجا هم حضور داره، با مشکلات زیاد و با تغییر شهر تونست تحصیلات ابتدایی خود رو متوسطه خودش رو تمام بکنه، هرگز نتونست وارد دانشگاه بشه و اثرات اون رو هنوزم با خودمون داریم. کتاب‌های متعددی که از خاطرات زندانیان سیاسی و قربانیان اون دهه وحشتناک دارم که به هر حال اگر قرار اشاره بکنم، نزیستن نمرگ آقای مساقی، کتاب منیره برادران، کتاب مهدی اصلانی، که دو تا از این کتاب ها مشخصا در مورد صدماتی که به برادر من وارد شده بود اصلا صفحاتی رو تخصص دادن، گفتن که چگونه مثلا چونه اون شکسته بوده، می گفتن که برادر من بر اثر آویزون شدن به وسیله دستمند قپانی کتفش از جا در اومده بوده و کتفش یهو آویزون می شده، در نتیجه دکتر قیاسمند بالشتکی سه گوش رو درست میکنه که این مال کمربند ماشین همایل میکرده و به کمرش میبسته که این رو نگه داره که بتونه، و پاش میلنگیده. و با گفته یه بچه هایی که من در سوئد ملاقات کردم، کسی که سالها همبند برادر من بوده، کف پاهاش صاف شده بوده و راه رفتن واسش مشکل بوده. از جمله کسانی که این رو تایید میکنن عباس محمد رحیمی بودن که با استیتمنت غمناک خودشون همه رو فکر میکنم تحت تاثیر قرار داد. ضایعات که به خانواده موارد شده در مقایسه با دیگران اصلا چیزی نیست، اصلا قابل صحبت کردن نیست. من شرم میشه، شرمی رو که حکومت مداران جمهوری اسلامی باید داشته باشن، بشریت به جای اونا داره احساس شرمندگی میکنه. در اون سالهای جوانکشی همه در این امر شرکت میکردن، چه به لحاظ ایدئولوژیکی احساس میکردن که باید این کار رو بکنن و چه رژیم دوست میداشت که تک تک این افراد رو در این جنایاتی که صورت میدن شرکت بدن و منافعشون رو به همدیگه گره بزنن. در نتیجه حکم از اونجا بلند میشه. بگذاریم که حکم اصلی رو خمینی میده و مکتوب مینویسه و اینو ابلاغ میکنه. ما این معنا رو به لحاظ مذهبی قشنگ میفهمیم یعنی چه. در نتیجه یک مشت اجرایی میمونن که میبایستی اینو اجرا بکنن. استدمت های بچه ها، تحقیقاتی که من کردم نشون میده که اینا این تصمیم رو قبل از همه چیز داشتن. من بارها در مطالبی که نوشتم این رو گفتم، تصمیم از قبل گرفته شده و در نتیجه اجراش مونده، نحوه اجراش میمونه. من نمیدونم که مثلا ناصریان که این به تحقیق نمیدونم، ولی حدس میزنم به هر حال شلیک میشه. البته شلیک هم نشد، اینا رو آویزون کردن و جسدی که ما هنوز به دنبال اون میگردیم، مادری که روانی شد و عقلش رو از دست داد و الان نمیدونه که چی تو خونش میگذره، زندگی ما که کلن متلاشی شد، دخترم که از بیماری پیشرفته ای داره رنج میبره و الان در خدمت شماست اینجا، پسرم که ضایع شد، آخرین تلاشی که من کردم اون رو بیارم خارج از کشور، دستانی که تونستن به من کمک بکنن رد کرد، گفت دیگه چیزی نمونده، نمیخوام بیام چه کار.
بی سواد له شده توی اجتماع بی رحم یک مش آدم کش. حقایقی ما جمع کوچکی هستیم، جمع بسیار اندکی هستیم اینجا، راویان حقایقی روشن و مشخص روی میز شماست، میتونید لمسش بکنید با دستتون. The circumstances. We just haven't got time, and we want to assemble a large body of evidence from as many people as we can squeeze in, which means that not everybody can say everything that would be valuable to us. But I must say I'm very grateful to you for explaining all that to us. پیگیری میشه. این یکی از نوجوانانه محله ما که زندگی میکرد، شاهدش اینجا هست و الان نیست و تیربارون شد، در همون شب وحشتناکی که آقای آشوخ تونست فرار بکنه بهش همون اول گفته بود که این هیئت هیئت عفو نیست، هیئت مرگ. قبل از اینی که این هیئت در سراسر کشور به نام هیئت مرگ معرفی بشه، ولی طبیعت حاکم بر این هیئت، تفکری که پشت این هیئت وجود داشت، این تفکر این نام رو برای ما به وجود می آورد، یعنی به ما تزریق می کرد. ما می فهمیدیم عفو نیست، مرگه. ولی تا اونجایی که من تو شهرمون بودم در ابتدای انقلاب، کانون بیکاران و کشداری که به خاطر یک مسئله صنفی مشخص در رابطه با نحوه استخدام کارگران اونجا پیش اومد، 4 نفر رو در تظاهرات کشتن، از جمله یک شاعر رو، و بنا شد به دنبال تظاهرات مردم که عوامل این قتل عام رو شناسایی بکنن، که خیلی همچنان که ما انتظارش رو داشتیم 4 نفر از خود بچه های همین تشکل رو انتخاب کردن و اعدام کردن. دوست دارم و اصرار دارم که در مورد یکیشون 1 دقیقه صحبت بکنم. کارگری بود به نام محمد رضای چرخی، ورزشکار، بی سواد، اسم خودش رو فقط بلد بود نقاشی بکنه. چند اینو جزء مسببین تظاهرات شهر کوچک اندیمشک و جاسوس آمریکا اعدام کردن. فریاد میزنه تو زندان به گفته شاهدان عینی، اصرار دارم روی این مسئله، که من کاری نکردم که اعدام بشم، برای چی منو میخواید اعدام بکنید؟ فریاد میزده، بچه بسیار قوی و ورزیده‌ای بود، دستاشو به ستونها و دستگیره درا میگرفته، 3 نفر پاسدار نمیتونن اینو ببرن. در شهر دسفول زندان بدنام یونسکو، یک تنابی به گردن قربانی میبندن و اینو میکشن، همچنان فریاد میزنه تا زمانی که صداش قطع میشه و اینا قربانی رو میکشن تا به محل اعدام، که همون درخت‌های آکالیپتوسی باشه که به گفته همین آقای آشوخ بعداً اون درخت‌های سوراخ سوراخ شده رو که قربانی‌ها رو اونجا مرتب اعدام می‌کردن مجبور میشن قطع بکنن. اینو میبرن، ولی محمد رضا فقط چشمای بازش به آسمون خیره شده و نمیتونست حرف بزنه و فقط ظاهراً تیر خلاص به اون بود. این یک نوع از نحوه اعدام کارگری که به عنوان جاسوس آمریکا و مسبب اختشاشات و درگیری های اندیشه معرفی میشه، که واقعا نام خودش رو بلد نبوده.